تیتر اول امشب، حمله حکومتی ها به تجمع معترضان در لندن، 4 مجروح نتیجه درگیری. مخالفان جمهوری اسلامی مراسم ابراهیم رئیسی رو با آهنگ شاد به هم زدن. معترضان میگن امشب هم مقابل سفارت تجمع میکنن. گفتگو با یکی از مجروحان در تیتر اول امشب. زمزمه های حضور احتمالی محمود احمدی نژاد و جمیله علم‌الهدی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، چه کسانی از سد شورای نگهبان میگذرند؟ ادامه حواشی پیرامون مرگ رئیسی، آیا حامی اصلی روسیه در حکومت ایران حذف شده و آیا این تغییری در نفوذ پوتین در جمهوری اسلامی ایجاد میکنه؟ و نخستین پرواز آزمایشی خدمه فضاپیمای مشترک ناسا و بوئینگ در روزهای آینده. به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. در حالی که در ایران برخورد با شهروندان به دلیل ابراز شادمانی از مرگ رئیسی ادامه داره، خشونت علیه کسانی که از مرگ او خوشحالند تا لندن هم رسیده. دیروز حامیان جمهوری اسلامی به معترضانی که مقابل محل برگزاری مراسم رئیسی تجمع کرده بودند و آهنگ شاد پخش می‌کردند حمله کرده و 4 نفر از اونها هم مجروح شدند. پلیس بریتانیا 1 نفر را در این رابطه بازداشت کرده و گفته تحقیقات ادامه داره. همزمان مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در همین رابطه به ایران اینترنشنال گفته نفوذ حامیان حکومت دیکتاتور ایران تهدیدی واقعی برای غرب. همین ابتدا تصاویری ببینیم از این حمله خشونتبار در لندن. مستقیما با یکی از کسانی که در محل درگیری مقابل مکان مراسم ابراهیم رئیسی حضور داشته و آسیب هم دیده صحبت کردیم و روایت‌ها رو هم با هم تطبیق دادیم. او پس از درگیری به بیمارستان منتقل شده. در پایان همین گزارش با او به صورت زنده گفتگو می‌کنیم، اما پیش از گفتگو بیاین مروری داشته باشیم به اون چیزی که دیشب اتفاق افتاده. اعلامیه‌ای که شورای علما و مراکز اسلامی بریتانیا منتشر کرده رو اینجا می‌تونید ببینید. مراسم برای تجلیل از ابراهیم رئیسی و دیگر سرنشینان هلیکوپتر. تاریخ اعلامیه جمعه، یعنی دیروز، از ساعت 6:30 تا 8:30 عصر به وقت محلیه. محل مراسم شمال غرب لندن بوده. این مکان در 20 دقیقه ورزشگاه ومبلی لندن و نامش دیوان الکفیله که معمولاً مراسم اسلامی از جمله مراسم ماه رمضان در اونجا برگزار میشه. در حالی که مدعوین مجلس یادبود ابراهیم رئیسی در حال وارد شدن به مراسم بودند، در ابتدا تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی بیرون این مرکز تجمع می‌کنند و با دست داشتن عکس کشته شده های 1401 شروع به پخش آهنگ شاد می‌کنند. طبق روایت مخالفان جمهوری اسلامی که اونجا حضور داشتن، بین 10 تا 20 نفر از در ورودی محل مراسم بیرون میان و به سوی این 5 نفر حمله ور میشن. طبق روایت یکی از معترضان هر 4 نفر رو هر نفر رو 2 تا 3 طرفدار جمهوری اسلامی دوره میکنن و سپس بهشون حمله میکنن. پلیس لندن بین 15 دقیقه تا نیم ساعت بعد از درگیری در محل حضور پیدا میکنه. پلیس لندن در بیانیه اعلام کرده که 4 نفر در این مراسم مجروح شدن، یعنی از هر 5 نفری که اونجا حضور داشتن، 4 نفرشون در این درگیری آسیب میبینن که امدادگران اورژانس اونها رو مداوا کردن و سپس هر 4 نفر با آمبولانس های جداگانه به بیمارستان منتقل میشن. پلیس لندن اعلام کرده که جراحات وارد شده در حدی نبوده که جان افراد رو تهدید بکنه. تصاویری از درمان کسانی که زخمی شدن یا بیمارستان منتقل شدن هم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده.
امروز هم قرار مراسم یادبودی برای رئیسی با روشن کردن شمع جلوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار بشه. این مراسم ساعت 9:30 شب به وقت تهران و مخالفان جمهوری اسلامی گفتن که امشب هم اونجا حضور خواهند داشت. از اعلامیه مراسم مشخصه که مراسم توسط مراکز اسلامی بریتانیا برگزار شده. پس از خبری شدن حمله طرفداران و برگزار کننده های مراسم یادبود رئیسی به معترضان، بسیاری از فعالین سیاسی دوباره به موضوع مراکز اسلامی در اروپا و بریتانیا پرداختن و نوشتن که حضور عوامل جمهوری اسلامی برای غرب خطرناکه. در اروپای غربی دست کم 11 مرکز اسلامی وجود داره که گفته میشه با جمهوری اسلامی رابطه دارن، از آلمان و انگلستان و ایرلند تا سوئیس و سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و فرانسه. در این میان بریتانیا بیشترین مراکز اسلامی مورد حمایت ایران رو در خودش جا داده، بعد از اون آلمان، سوئیس و سوئد هستن. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با الیه برهان، بنیانگذار استیج آف فریدم و از آسیب دیده های تجمع دیروز، و همینطور امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، که هر دو از لندن با ما همراه شدن. خوش اومدین خانم برهان. از زبان خود شما هم بشنویم که دقیقا دیروز چه اتفاقی افتاد. پای شما هم آسیب دید و پس از اون به بیمارستان منتقل شدید. بله، همونطور که توی تصاویر دیدین ما یک تجمع کاملا مسالمت آمیزی رو داشتیم و طبق قانون انگلستان نیازی به اینکه بخوایم وقتی 5 نفر هستیم یک جا وایسادیم، مثلا نیازی حتی به اینکه بخوایم اعلام کنیم ما اینجا حضور داریم، چون وقتی وای میسین اونجا در واقع و شما فقط یه موزیک پخش میکنید، اگر کسی مخالف هست میتونه بیاد مخالفتش رو بگه، من به پلیس زنگ بزنه و پلیس اون وقت میاد و مشخص میکنه که ما میتونیم اونجا ادامه بدیم به ایستادنمون اونجا، و یعنی که باید خاموش کنیم در واقع صدای موزیکو. میدونستیم که حتی اگر پلیس هم بیاد هیچ مخالفتی نمیتونه بکنه طبق قوانین انگلستان. و اتفاقی که افتاد، ما ساعت قرار بود که ساعت 6 اونجا باشیم که زودتر اونجا حضور داشته باشیم. عکسای بچهای کشته شدگان با خودمون برده بودیم و وقتی که شروع کردیم و آدمایی که مهمانهایی که دعوت شده بودن در این مراسم ازشون پذیرایی بشه، شروع کردیم در رابطه با کشته شده هامون صحبت کردیم و در واقع گفتیم که خون جوانان ما به دست قاتل رئیسی آغشته هست و این ما ناراحت نیستیم از این در واقع کشته شدن ایشون. در نهایت مسئله که اتفاق افتاد، اونها از داخل اومدن بیرون، ما رو محاصره کردن، جوری که یه کاری انجام دادن که ما از هم جدا بشیم. و وقتی از هم دیگه جدا شده بودیم، هر طرف هر کدوممون رو در واقع 3-4 نفر دوره کرده بودن و کتک می‌زدن، و کسانی که کتک می‌زدن فوری برگشتن به داخل در واقع این مجموعه که نتونن پلیس اونها رو دستگیر کنه. و زمانی هم که پلیس اومد، دیگه کسایی که بیرون بودن کسایی نبودن که مهاجم بودن، کسایی بودن که وایساده بودن و اونها رو نمیتونست پلیس دستگیر کنه، ولی متاسفانه پلیس هم حرکتی انجام نداد و اینو ما حالا پیگیری میکنیم. اما شکایتی هم شما کردین خانم برهان؟ بله، خود پلیس همون موقع صورت جلسه کرد و در واقع گفتش که با ما تماس میگیره. ما رو همون موقع که زمانی که اتفاق افتاده بود بدن خیلی های ما گرم بود، وقتی یه مقدار آرومتر شد جب، و حتی من خودم بعدش متوجه شدم که پام آسیب دیده و نمیتونم درست راه برم، و پلیس که اومد و من کفشم رو درآوردن، دیدن که این روی پام ورم کرده و گفتن که شما راه نرو، شاید ممکنه که شکسته باشه. ولی ما رو بعد بردن به بیمارستان تو ایلینگ و گفتن، بعد از اکس رای گفتن که شکسته نیست. مسئله که بود، تلاش کردن که موبایل منو بگیرن، یکی از مهاجران همونجا برگشت گفت ما تو رو میکشیم، که بعد گفتم شما در خاک انگلستان دارید یک زن رو تهدید به مرگ میکنید. و مسئله که برای من خیلی عجیب بود، فکر نمی کردم که در خاک انگلستان به خودشون اینقدر اجازه بدن دست روی یک زن بلند کنن. زمانی که حمله ور شدن به سمت بچه های ما، به سمت نوید جان، و وقتی که اومدن من رفتم جلو، فکر می کردم وقتی که می بینم یک زن
حائله جلو قرار گرفته، حداقل یه مقدار میستند و نمیگذارن که این یعنی حمله نمیکنن، ولی همونجا شروع کردن به مشت زدن و چک زدن و لغت زدن و کارهایی که فقط یک تروریست، یک کسایی که در واقع تروریستن، هیچ هدفی به جز کشتن مردمان بیگناه ندارن. همون کاری که در ایران میکنن با جوانان ما انقدر وقیح شدن که در خاک انگلستان این کارها رو دارن ادامه میدن. همزمان با صحبت شما تصاویری هم دیدیم از جراحتی که پای شما داشته و بابتش به بیمارستان هم مراجعه کردین. آقای شمس، حرفی که خانم برهان میزنن رو خیلی های دیگه دارن میزنن که زن ایرانی هم در خیابان ایران با خشونت مواجه میشه، هم این جرأت پیدا میشه که در یک کشور آزاد در بریتانیا این اتفاق بیفته. درود بر شما و مهمان محترمتون. بله، این واقعا مسئله نگران کننده ای هست و از همه مهمتر این هستش که این بار اولی نیست که این اتفاق میفته. من نظر شما رو جلب میکنم به سال 2019، زمانی که نشریه تایمز یک گزارش مفصلی رو مهیا کرد درباره تهدید معترضان در چندین شهر بریتانیا از جمله در اسکاتلند، زمانی که یک سری از افرادی که وابسته خودشون رو در واقع وابسته به سپاه معرفی کردن، با کلت در واقع با سلاح گرم تهدید کردن افرادی رو در اسکاتلند و گفتن که ما شما رو میتونیم بکشیم، ما اسلحه داریم و میتونیم شما رو پیدا کنیم و بکشیم. این همونطوری که در اتفاقاتی که چند ماه اخیر هم افتاده ما اینو دیدیم، این تهدیدها یک سری اتفاقات مستقل نیستن، اینها مجموعه زنجیرواری از تهدیدهایی هستن که هر روز دارن بیشتر تهدید میکنن جامعه ایرانی و نه فقط جامعه ایرانیان خارج از کشور، کل بریتانیا رو دارن تهدید میکنن. اینها دارن تلاش میکنن که شبکه‌ای از افراطیون مذهبی رو به هم پیوند بزنن. این جسارت رو چطور پیدا کردن آقای شانس؟ به نظر شما مشخصا نیروهای وابسته به خاطر بیعملی حکومت در اینجا، به خاطر بیعملی دولت. ببینید اتفاقی که الان افتاده، شما در همین ویدیویی که منتشر شده حداقل 3 نفر رو میبینید که مشخصا دارن جرمی رو مرتکب میشن. یک نفر از اونها داره مشخصا تهدید میکنه، این ذیل پابلیک اوردر اکت بخش 4 اون کاملا یک در واقع جرم کیفری است. تهدید به قتل، تهدید به تجاوز رو ما در ویدیوها دیدیم. حمله میکنن به افراد، گریوس بادیلی هارم یا آسیب شدید جسمی وارد شده، افرادی در واقع دچار آسیب های جدی شدن. این دوباره ذیل در واقع جرائم علیه افراد یا Offenses Against Person Act 1861 یک جرم مشخص هست، ولی یک نفر دستگیر شده و بیانیه مت کاملا غلطه. یعنی اتفاقی که اونجا افتاده اصلا هیچ ارتباطی نداره با اون چیزی که داره میگه، اصلا آسیب life changing یا در واقع آسیبی که تغییر بده زندگی فرد رو بهش وارد نشده. اینها نشون دهنده این هستش که رفتار با این افراد حاکی از یک مماشات نظاممندی هست با این ها، به خاطر اینکه نمیخوان در واقع هزینه های زیادی بکنن برای مقابله با اینها، نمیخوان که در واقع مراکز اسلامی اینها رو ببندن و از طرف بعضی گروه ها و سازمان ها متهم به اسلام ستیزی و این حرفا بشن، نمیخوان واقعا اینها رو به اون اسمی که واقعا هستن نام ببرن. از اینها لانه های جاسوسی و جنایت جمهوری اسلامی هست، اینها مراکز فرهنگی و مذهبی نیستن. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه از یک طرف سازمان های جنایت کار سازمانی یافته رو در خاک اروپا با خودش همراه بکنه، از یک طرف هم افراطیون مذهبی رو و از اینها یک مش در واقع جنایتکاری بسازه که همون کاری رو که در ایران دارن انجام میدن اینجا هم مرتکب شن. اینا همونایی هستن که با نیکا اون رفتارا رو کردن، میبینیم که اینجا هم به خودشون این جرأت رو دادن، ولی اینجوری نخواهد بود و کامیونیتی ایرانیان قطعا جلوی اینها وایسته. سپاسگزارم از شما. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن و علی برهان بنیانگذار استیج آف فریدم و از آسیب دیده های اعتراض دیروز که او هم از لندن با ما همراه بود. از شما هم ممنونم خانم برهان. اما در ایران ستاد انتخابات کشور اعلام کرده ثبت نام داوطلبان انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری از پنجشنبه این هفته شروع میشه. گمانه‌زنی‌ها
درباره نامزدها هم بالا گرفته. رسانه‌ها از چهره‌هایی مثل محمد مخبر، سعید جلیلی، مهرداد بزپاش، پرویز فتاح، علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف به عنوان نامزدهای احتمالی یاد می‌کنند. تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه هم مدعی شده که محمد رضا عارف و عبدالناصر همتی هم ممکنه نامزد اصلاح طلب‌ها در انتخابات باشن. نام محمود احمدی نژاد که صلاحیتش در دو انتخابات گذشته رد شده هم مطرحه و گفته مشغول بررسی شرایط. من بررسی دارم، بررسی میکنم، شرایط رو میسنجم. چه اقدامی به نفع هست، به نفع کشور هست، به نفع مردم هست، به صلاح ایران امروز هست، دارم جنبندی میکنم. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی از ترکیه با ما همراه شدن که بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای رحیم‌پور، فکر میکنین تصمیم حکومت چه خواهد بود؟ به ویژه شخص علی خامنه‌ای قصد داره که این انتخابات رو رقابتی تر دست کم برگزار بکنه، کسانی مثل لاریجانی و احمدی نژاد یا حتی از اصلاح طلبان آقای عارف وارد بشن به این انتخابات، یا نه حتی این ریسک رو نمیخواد بپذیره و انتخاباتی مثل دوره گذشته که رئیسی ازش درآمد رو پیش میبره؟ درود بر شما و بینندگان محترم. بله، البته با توجه به اینکه دوره ثبت نام از دهم خرداد، یعنی فکر می‌کنم پنجشنبه این هفته شروع خواهد شد، و بر اساس تجربه های قبلی که از حکومت ایران داریم، اونها هم منتظر میشن تا وضعیت ثبت نام شده ها مشخص بشه، یعنی تا پیش از این که به صورت قطعی افراد نرن ثبت نام کنند، اون استراتژی که دارن رو خیلی رو نمی کنن. با توجه به صحبت‌های قبلی علی خامنه‌ای که در مورد رئیسی واژه مغتنم رو استفاده کرد در اون سخنرانیش هفته گذشته، و همینطور در حکمی که برای محمد مخبر نوشت و در اونجا ادامه راه ابراهیم رئیسی رو ازش خواستار شد، میشه این گمانه‌زنی رو داشت که دولت مطلوب و کابینه مطلوب برای علی خامنه‌ای و مجموعه حاکمیت همون منوالی رو باید داشته باشه که دولت 13 به ریاست ابراهیم رئیسی داشت، دولتی که میدونیم ناکارآمدترین و در واقع نکبت‌بارترین دولت بعد از انقلاب 57 رو در تاریخ جمهوری اسلامی با خودش داشته و میراث بسیار اسفباری رو از خودش به جا گذاشته. با این وجود به دلیل اون منطق سود و زیانی که حاکمیت میکنه و احساس میکنه که در صورت تشکیل چنین دولتی حاکمیت دوگانه تضعیف میشه و اعمال اقتدار و حاکمیت توسط شخص رهبر به حد اکثر خودش میرسه، شاید بره به سراغ این که دوباره این رویه رو ادامه بده. ولی همونطور که عرض کردم، همه چیز بستگی به ثبت نام شخصیت ها داره، چون اونجا مسئله هزینه و فایده احراز یا عدم احراز صلاحیت ها برای حاکمیت خیلی اهمیت خواهد داشت. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری 3 ابراهیم رئیسی بر توسعه روابط تهران و مسکو متمرکز بود. رئیسی و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هر دو از حامیان بهبود و گسترش روابط با روسیه بودند. جمهوری اسلامی در دوران رئیسی با گسترش همکاری‌های نظامی و صادرات تسلیحات به ویژه پهپادها به روسیه به کرملین نزدیک‌تر شد. پوتین اگرچه در مراسم تشییع رئیسی شرکت نکرد، اما در پیام تسلیتش ابراهیم رئیسی رو دوست واقعی روسیه خونده بود. در این رابطه بیشتر صحبت میکنم با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌الملل تاریخ اجتماعی که از آمستردام با ما همراه شدن. آقای اتابکی، رئیس جمهورای جمهوری اسلامی، حالا احمدی نژاد رو به ویژه میخوام راجع به صحبت کنم، نه روحانی، نزدیک بودند به روسیه و حامی نگاه به شرق علی خامنه‌ای بودند، اما هیچ کدوم اندازه رئیسی این نظریه رو پیش نبردند و نزدیک نبودند به مسکو. آیا یک حامی واقعی روسیه از بین رفته در حکومت ایران و این تغییر ایجاد میکنه در سیاستاش؟ ببینید، اون چیزی که به شدت مهمه این بوده که آقای رئیسی در حقیقت عامل گوش به فرمان آیت الله خامنه‌ای بوده.
در قیاس با رئیس جمهورهای پیش که تا یه حدی تلاش میکردند استقلال عملی برای خودشون داشته باشند تا یه حد بسیار بسیار محدود، آقای رئیسی در حقیقت چون این نقشی رو نداشت و کاملا فرامین آیت الله خامنه ای رو اجرا میکرد. در کارنامه ایشون اگر نگاه کنیم، کارنامه 3 ساله ایشون، 3 نکته برجسته میبینیم در رابطه با اتحاد، در رابطه با روسیه. نخست در ژوئیه سال پیش بود که ایران به عضویت شانگهای در اومد، بعد عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اروپا بود که آسیا بود که در حقیقت یه توافق تجارتی بود با روسیه و کشورهای سابق اتحاد شوروی، و همون جور که شما اشاره کردید مسئله تأمین پهپادها بود برای روسیه. اگر اینها را همه را در نظر بگیریم، میبینیم پشت این داستان در حقیقت آیت الله خامنه ایه و هیچ نقش برجسته ای برای رئیسی نمیتونیم قائل بشیم. دیدیم که وقتی آقای رئیسی به مسکو رفت با چه رفتار سردی و بسیار بسیار پایین‌تر از پروتکل‌های روابط بین‌الملل و سیاسی ایشون رو در حقیقت قبول کردن. نگاه کنیم امروز وقتی که امیر بحرین میرن، به مراتب آنگونه که رفتار میکنه پوتین برجسته تر از اون چیزی است که در حقیقت با رئیسی کرد. سپاسگزارم از شما تورج عصابکی، پژوهشگر تاریخ، با ما همراه بودند. اما بعد از مراسم تشییع ابراهیم رئیسی در تبریز، قم، تهران و مشهد، خبرگزاری های داخلی حضور جمعیت رو کم سابقه خوندن. شهردار مشهد مدعی شد دست کم 3 میلیون نفر در مراسم تشییع رئیسی شرکت کردند. حامیان حکومت هم در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر حضور میلیونی از واژه رفراندوم برای توصیف این مراسم استفاده کردند. اگرچه امکان محاسبه دقیق و قطعی جمعیت داخل خیابان در طول برگزاری مراسم وجود نداره، اما برآوردهای تخمینی ظرفیت جمعیتی مسیر تشییع رئیسی در مشهد و تهران نشون میده تعداد افراد حاضر کمتر از اون چیزیه که حکومت و حامیانش ادعا میکنن. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با داریوش سجادی از تهران و نجات بهرامی، هر دو تحلیلگر سیاسی. آقای بهرامی از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای سجادی، صحبت رو با شما شروع کنم. چرا انقدر حکومت و حامیانش علاقمندن که روی حضور مردم تاکید کنن و بعضن اغراق بکنن روی حضور مردم در خیابان؟ بله، قبل از هرچه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان و بینندگان شما. خب عنایت داشته باشیم که من خودم در حال حاضر تهرانم و حدود 4 روز پیش وارد ایران شدم و چون خودم حضور میدانی داشتم، برخلاف شما من مبالغه یا اگزاجریت توی ماجرا ندیدم و این حضور معنادار و گسترده بود. حالا چرا معنادار و گسترده؟ ببینید، فلواقع رفتارهای ملت ایران رو یک رفتارهای سینوسی در حوزه انذار و تبشیر ما باید در واقع تحلیل کنیم. کمان کنیم که اگه عنایت داشته باشید، ما در اسفند ماه انتخاباتی داشتیم در ایران، انتخابات پارلمان، که واقعیت این بود که حضور خوش اقبالانه ای نبود، خوش فروغی نبود در مقایسه با انتخابات های دیگه. اما چه اتفاق می افته که در عرض این سمان ناگهان حادثه سوء در واقع هلیکوپتر رئیس جمهور باعث این حضور گسترده میشه؟ من معتقدم فلواقع اگر بخوام رفرنس بدم، یک جمله معروفی هست از برژنسکی که در زمان جنگ در واقع گفت، جنگ ایران و عراق، و میگفت ما باید انقدر به صدام کمک کنیم که نتونه ایران رو شکست بده و انقدر هم کمک نکنیم که بتونه ایران شکست بده. فلواقع یه حالت متوازن و بینابین یا تلقی میکنن. در رابطه با حضور مردم ایران هم این واقعیت ما میتونیم نگاه کنیم که مردم ایران در بزنگاه‌های کراهت و دارن که بتونن از طریق برخورد انذار و تبشیر گلایه‌های خودشون رو نسبت به حکومت فلواقع مطرح کنن، که هم معتقدن انتخابات پارلمان در اسفند ماه نوعی از اون قضیه بود. منتها آیه سجادی، شما مشخصا دارین میگین اینایی که در خیابان حضور داشتن فقط حامیان حکومت نبودن، یعنی این دقیقاً می‌خواستم به همونجا برسم. ببینید، موضوع از اونجا اتفاق افتاد که بعد از سوء قصد و اون حادثه هلیکوپتر، بعد از دیده شدن رفتارهای هیستریک اپوزیسیون برانداز خارج و داخل از کشور، منظورتون چی بود؟ فکر میکنین مرگ رئیسی سوء قصد بوده؟
نه حالا کلا دارم میگم، حالا هنوز که نتیجه تحقیقات مشخص نشده، منظور من اصل ماجرا حالا شهادت ایشون بعد از اینکه رفتارهای هیستوریک برانداز ها که شادی و پایکوبی مشاهده شد، خب این یک مقدار کامل ملت ایران رو هم از مخالف یا موافق حکومت تلواقع تلخ کرد، چون منافات داشت با رفتارهای اخلاقی جامعه ایران و در کل جهان. به همین اعتبار میخوام بگم که اون رفتار یک انگیزه شد که قاطبه ملت ایران که گلایه هم داشتن، اما برای اینکه مرزبندی کنن بین خودشون و اپوزیسیون برانداز و تاریک، اون حضور رو نشون دادن که علارغم گلایه ها اما در موضع براندازی با حکومت نیستن و به نوعی همدلی کردن با ماجرا. اجازه بدین همینجا نظر آقای بهرامی رو هم در این رابطه بپرسم. آقای بهرامی شما چه فکر میکنیم؟ درود بر شما و بینندگان برنامه و همچنین مهمان برنامه. من برخلاف آقای سجادی اعتقاد دارم که این تشییع جنازه اولا هیچی رو ثابت نمی‌کنه. یک نکته هستش که در رژیم‌های توتالیتری که تمام منابع اقتصادی، شغلی، کاری و معیشتی مردم در دستشونه، همیشه شاهد این تجمعات بودیم. نمونه دم دستش اینه که در تشییع جنازه قاسم سلیمانی جمعیت بسیار بیشتر از این بود، اما بعد از اون چی شد؟ پایه‌های مشروعیت رژیم مستحکم شد. ما بعدش دیدیم خیزش سراسری 1401 رو داشتیم که حکومت رو تا لب گور جلو برد. این صحبت‌ها واقعیتش اینه که ناشی از یک کج‌فهمی هستش که ما به جای اینکه جمهوری اسلامی رو از روی این خرابکاری‌ها، از روی این ناکارآمدی‌هایی که در همین ماجرای مرگ رئیسی بیش از گذشته مشخص شد، هلیکوپتر حامل رئیس جمهور خودشون رو نمیتونستن پیدا کنن، پهپادهای کشور رقیب اومد پیدا کرد، یا مثلا در عرصه منطقه‌ای کسی مثل بشار اسد که شیره جان ایران رو چکوندن توی حلقوم بشار اسد و در نهایت با بی‌اعتنایی ایشون مواجه شد و حتی به تشییع جنازه رئیسی هم نیومد. اینها نشون دهنده وضعیت جمهوری اسلامی است، نه تشییع جنازه‌ای که اصولا تخصص حکومت‌های سرکوبگر و توتالیتری هستش که به انواع و اقسام روش ها، از جمله اینکه خودشون در مشهد مثلا 100 هزار نفر تبعی افغانستان رو اعتراف کردن. من با شناختی که از جامعه دارم اعتقاد دارم تعداد اتباع بیگانه بسیار بسیار بیشتر از اینها بوده تو تشییع جنازه ها. اینا رو به صورت خیلی سازماندهی شده وارد کردن. جمعیت همون جوری که شما در گزارش اشاره کردید، یعنی طبق گفته شما در گزارش، منم تایید میکنم، اصلا این اغراقی هم که جمهوری اسلامی داره انجام میده واقعا وجود داره و خیلی خیلی دور از واقعیت بود این عددها و رقمهایی که اعلام میکرد. و در نهایت من اشاره کنم به این که اصولا رژیمهایی مثل جمهوری اسلامی اگر دنبال اینن که مشروعیت خودشون رو، مقبولیت خودشون رو به نمایش بگذارن، راههای دقیقتری وجود داره، انتخابات وجود داره، رفراندوم وجود داره، یا در نهایت اجازه بدن که حتی یک روز بدون سلاح گرم معترضا رو نکشن، ببینن جمعیت معترضا بیشتر در جمع میشه یا جمعیتی که برای تشییع جنازه رئیسی جمع شده. واقعیت اینه که اصولا افتادن در بازی جمهوری اسلامی در حالی که تمام گزینه‌های حاکمیتیش از هم پاشیده، اصولا یک حکومت ورشکسته است، ما بیایم راجع به جمعیتشون و پوز دادن جمهوری اسلامی برای جمعیت بیایم صحبت کنیم، یک جور به نظر من اصولا به نفع جمهوری اسلامی است. و واقعیتش اینه که مردم، همون کسایی که شاید تو تشییع جنازه بودن به خاطر شغلشون، به خاطر شرایطشون، همونها ممکنه اگر فردا اعتراضات ضد جمهوری اسلامی باشه در خیابان باشن، چهرهشون رو بپوشن و با نیروهای امنیتی هم درگیر بشن. ما بارها این رو در اعتراضات و خیزش‌های گذشته شاهد بودیم. آقای سجادی، این حرفی که آقای بهرامی زدن رو به سر دیگه هم میزنن، چرا حکومت به مخالفانش یک روز اجازه نمیده که در خیابان حضور داشته باشن، اعتراضشون رو بگن بدون اینکه کشته بشن، بدون اینکه به شدیدترین اشکال سرکوب بشن؟ بله، مهمان محترمتون اشاره کردن به ماجرای سال 1400، مسئله خانم مهسا امینی که نمونه خوبیه. ببینید، واقعیت قضیه اینه که 245 سال متأسف خوشبختانه اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی مستمرن روی موضعی نشسته که اینا ساندیسخارن، اینا تمام مدیریت شده هستن. من میگم خودم حضور میدانی داشتم و دیدم، اما علارغم این تاکید کردن که یک انتخابات نشون بده. اتفاقا من معتقدم همین ماجرای شهادت رئیس جمهور و هیئت امرائش یک ظرفیتی رو در جامعه رها کرد، یک سورپرایزی در واقع شد که این ظرفیت در انتخابات پیش رو ریاست جمهوری خودش رو به خوبی نشون خواهد داد. من معتقدم اون یک پیشبینی، برخلاف انتخابات پارلمان، انتخابات پیش رو، انتخابات گسترده‌ای، به اعتبار همون تلواقع رفتاری که از اپوزیسیون برانداز
کردن. ببینید ملت ایران از نظر تاریخی ملت با اخلاقی هستن. شما نگاه میکنید مرحوم امام وقتی فوت میکنن، حتی صدام حسین که جهانی ترین مخالف ایشون بود اما به احترام ازش یاد میکنه، یا حتی وقتی شاه فوت میکنه مرحوم امام در تغییری که نوه خودشون میکنه که با شوق خبر آوردن بهشون میگن که ای، در قالب یک شعر میگن ای دوست بر جنازه دشمن ار گذر کنی شادی مکن که این ماجرا بر تو نیز بگذرد. یا حتی از اون گذشت شما نگاه میکنید در جنگ اسکندر با داریوش کبیر، وقتی داریوش توسط ساتراپای ایرانی در واقع کشته میشه، اسکندر همون ساتراپ رو مجازات میکنه و یک مراسم عزاداری در خورشنگی. ولی خب دیدین در شبکه های اجتماعی همینجا تو خیابون های کشورهای آزاد دیدین مردمی هم بودن که بسیار خوشحال بودن از کشته شدن رئیسی. دیگه نقش رئیسی در اعدام ها، در سرکوب اعتراضات 1401، در اعدام های در شخص که مشخصه. خانم ساره، من اشارم به هم ابتدای بس همین بود که اون رفتار از نظر من یک رفتار منیک و در واقع هیستری بود توسط یک اقلیتی از براندازا که هیچ کدوم از فرهنگای اخلاقی در جان اینو بر نمیتابه. به به دلیلم بود که یک دفعه جامعه واکنششون داد و به اون صورت خواستن در واقع مرزبندی کنن بین خودشون که گلایه دارن از حکومت، اما این گلایه در فرمت براندازی نیست که گروه های اپوزیسیون برانداز هیستریک اونها رو به نفع خودشون مصادره کردن. و به همین میخوام بگم که اشاره‌ای هم که کردن که چرا مثلا برای اجازه نمیدن مسالمت آمیز تظاهرات کنن، همین ماجرای مهسا امینی شما اگه یادتون باشه، حضور معترضین حضور در واقع مدنی نبود، بلکه صراحتا جنبش براندازی تعریف کرده بودن، شعارهای براندازی میدادن، رفتارهای خشن براندازان داشتن که در هیچ کجای دنیا جنبش‌های براندازانه رو اقبال خوشایندانه نمی‌کنن، بلکه هر حکومتی به خودش مجوز بوده، کما اینکه در ایالات متحده وقتی کنگره رو به اون شکل اومدن تجمعات مسالمت‌آمیز بسیاری رو جمهوری اسلامی سرکوب کرد، از تجمع برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا پیشترش 88. اجازه بدین نظر آقای بهرامی رو هم در این رابطه بپرسم. اون کسانی که شادی می‌کردند آقای بهرامی، اونا چه کسانی بودن؟ اقلیت برانداز بودن به تعبیر آقای سجادی؟ ببینید بدیهیه که جمهوری اسلامی یک حکومتی منفور مردم خودش هست. این که مردم خودش رو من به صورت کلی خطاب میکنم معنیش این نیست که بله یه تعداد کمی طرفدار نداره. بالاخره یک حکومتی هستش که منافع بخش معدودی از مردم رو به خاطر این که در مشروع توجیه کردن حکومت یا در فرایند سرکوب باش مشارکت کنن منافعشون تامین میکنه و اونا رو داره. اما این که واقعا من تعجب میکنم بحث اخلاق و احترام به مرده ها رو به خمینی و به جمهوری اسلامی نسبت دادن، واقعا مرغ پختر. فکر میکنم که تماسمون با آقای بهرام دوچار مشکل شد. عذرخواهی میکنم از هر آقای بهرامی یا آقای سجاد جملتون تکرار کنید آقای بهرامی. بله بله من اشاره کردم که نسبت دادن نمیدونم احترام به مردگان به جمهوری اسلامی واقعا کار اشتباهی هستش، با حقیقت سازگاری نداره. اینا هم اول انقلاب به جون قبر رضا شاه افتادن و شروع کردن به خراب کردن قبرش. اینها بچه های مردم رو که میکشن جنازه شون به مادرانشون نشون نمیدن. اعدامی ها کشته شده های بسیاری رو خودشون بردن در یه جاهایی که دور از دسترس خانواده بوده دفن کردن. یک چنین کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، ما بیاییم اینجا بگیم بله جمهوری اسلامی به وقتی که شاه از دنیا رفت احترام گذاشت، واقعا دروغه، با حقیقت سازگاری نداره. این جمهوری اسلامی واقعا ذاتش با جنایت عجین شده. این هم بگم که این که 45 سال اشاره میکنن انگار مثلا یک حکومت خیلی هنر کرده 45 سال دووم آورده، من بگم 10 سالش دهه اولش جنگ بود، مردم داشتن از کشورشون دفاع میکردن و دو دهه هم ماها فریب این فرایند اصلاحات رو خوردیم. من به شخص اعتراف میکنم جز کسی بودم، اون زمان دانشجو بودیم، دو دهه به امید این که شاید این حکومت آدم شد، شاید این حکومت دچار استحاله شد، شاید این حکومت در اون جنگ قدرت بین خودشون یه خورده راه‌های بهتری رو در پیش بگیره. یعنی سه دهه به این شکل رفت شده. بقیه‌اش هم که جمهوری اسلامی مدام در حال کشتار مردم و سرکوب اعتراضات مردم بوده، واقعا چه مشروعیتی، چه انتخاباتی. من تعجب میکنم که مثلا رئیسی مرده و انتخابات بعدی پرشور خواهد بود. انتخابات بعدی هم میبینیم از اصولا انتخاباتی نیست، اصلا اسم انتخابات هم واقعا بسیار کلمه ناقصیه، کلمه بیجاییه که به این انتصابات و این خیمه شب‌بازی‌ها اینا بگیم انتخابات. اینکه واقعا نه در بحث اخلاق جمهوری اسلامی
اصولا اخلاق سرش شده، احترام به مردگان سرش شده، و نه اصولا انتخابات و این تجمعات یه چیز بی سابقه ای بود. همونطور که عرض کردم 45 سال که جمهوری اسلامی فقط از این طریق میخواد مثلا سلطه‌ش رو اعمال کنه، فرایند دموکراتیک رو نمیپذیره. و وقتی هم اتفاقا معترضین مثلا سال 88 با یک مسالمت‌آمیز هم بود اومدن خیابان رو گرفتن، خامنه‌ای اسمش رو چی گذاشت؟ این قشونکشی خیابانی رو من زیر بارش نمیرم. یعنی این شد چون کشی خیابانی، ولی مال خودشون شد تجدید بیعت. اینه که واقعا با چنین رژیمی صحبت از این که چنین حرکتهایی موجب مشروعیتش است یا نشانه این که مردم بهش اعتماد کردن، به نظر من بسیار بسیار دور از واقعیته. آیه سجادی، خیلی ها این اتفاقا تمرکز حکومت بر این که جمعیت اومد تو خیابون، این رفراندوم بود، این مقبولیت ما بود رو نشون از این میدونن که حکومت خودش میدونه که مقبولیت نداره و حالا از هر فرصتی که بتونه عده‌ای رو دور هم جمع کنه، به هر بهانه‌ای، با اجبار، به هر دلیلی، به هر حال حامیانی هم داره همونطور که آقای برنامی هم گفتن، اصرار داره که بگه نه ما همچنان مقبولیم. ولی ببینید، من یاد دادگاه گالیله میفتم که علی‌رغم اینکه دادگاه نظریه ایشون رو محکوم کرد، اما گالیله در یک اقدام سمبولیک پاشو روی زمین کوبید و گفت تو میگردی. ایشون اشاره میکنن 45 سال گذشته رو به رخ میکشیم. من اتفاقا میخوام بگم که 45 سال گذشته رو من به نوعی میخوام به رخ مخالفین برانداز بکشم که معتقدن که ما در اکثریتیم. چطور میشه اگر اکثریت باشیم ولی 45 سال حکومت در اقلیت بتونه ماندگاری داشته باشه؟ اشاره میکنم به حکومت های مشابه کم نبودن آقای سجادی که موندن، فرق میکنه. ببین اکثریت هم که مطلق باشه قاعدتا خیلی راحت میتونه سیستم رو پایین بکشه. با هر جهت ایشون یه ادعایی کردن که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو انتخاباتی است که کم فروغه. خب اتفاقی که ما به وجودی مشاهدهش میکنیم، حالا نیازی است که حرف من یا ایشون رو حجت قرار بدیم، کافیه 50 روز صبر کنیم. حالا علیه میخوام بگم که من همونطور که عرض کردم در تهران هم خودم حضور داشتم و دیدم حتی افرادی که با خود من شما من میشناختن با من صحبت میکردن مخالف حکومت بودن، صراحتا میگفتن مخالف حکومت، اما حضورشون در واقع مراسم از این بابت بود که بتونن مرزبندی کنن با اون رفتارهای غیر اخلاقی که در خارج از کشور یا در فضای مجازی از طرف شادی کنان در واقع عزاداریشون کردن. نمیشه بر اساس افسانه و تخیل و آرزو تحلیل کرد. نکنه نشه، چرا 45 سال کردن ولی و نتیجه چی شده؟ همین اتفاق افتاده که به جایی نرسیده، تحلیلات عمدتا تحلیلای افسانه‌ای و رویاندیشانه بوده. سپاسگزارم از شما، از هر دوی شما تشکر می‌کنم. داریوش سجادی تحلیلگر سیاسی از تهران و نژاد بهرام تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. اما در ایران موج احضار، تهدید و بازداشت شهروندانی که با شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش ابراز شادمانی کردن و او را دستمایه طنز قرار دادن همچنان ادامه داره. نیروهای امنیتی و حامیان حکومت با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی در این رابطه شوخی و یا اظهار نظر کردن برخورد می‌کنند. دلیل بازداشت برخی انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره شخصیت‌های سیاسی و ارکان نظام عنوان شده. پویان مکاری روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما همراه میشه تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای مکاری، از دقایق اول تهدید کردن که مواجه خواهیم شد با مسئله‌ای که بخواد حالا به قول خودشون توهین باشه به رئیسی، و همین امروز هم ادامه داشته دستگیری در اردبیل، در تهران، در نقاط مختلف. خب ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای حیات خودش تلاش داشته که این تک‌صدایی خودش رو حفظ بکنه و دیکته بکنه. این تک‌صدایی رو هم به مردم ایران، هم به گروه‌های سیاسی، هم به فعالین رسانه‌ای و روزنامه‌نگارها. اما اگر ما بخوایم این حرکت رو ببینیم که این موج جدید، این شکلی که جمهوری اسلامی الان فرمولی که پیدا کرده به چه شکل داره عمل میکنه، باید برگردیم به زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، که با خیلی شوخی های همراه شد، با مطالب نقد های زیادی همراه شد و نتونست جمهوری اسلامی اون تصویری که خودش میخواد از مردم داغدار و سودوار رو ارائه بده. خب جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه در این سرکوب ها همیشه تلاش میکنه که اون فرمول خاص خودش رو همیشه به دست بیاره. برای همین بعد از در زمان اعتراضات زن زندگی آزادی هم تلاش کرد یک فرمولی که الان به دست آورده، تقریبا اون رو توی حمله به اسرائیل هم استفاده کرد، حتی به خویی‌های خودش هم رحم نکرد، مثلا یک فعال سیاسی مثل عباس عبدی رو هم حتی احضار کرد. الان داره این فرمول رو به صورت کامل اجرا میکنه تا حالا به زعم خودش بتونه فضا رو کنترل بکنه. اما اگر ما بخوایم
دلایلش رو در نظر بگیم، دو دلیل خیلی ساده وجود داره این اعتراض هایی که داره صورت میگیره. که خود سابقه ابراهیم رئیسی و عملکردش هست که خیلی راحت بگم شهروندان خیلی دل خوشی از ابراهیم رئیسی نداشتند. حالا بس آمار خود جمهوری اسلامی هم خیلی فرد محبوبی نبود حتی در زمان انتخاب خودش. ولی مسئله شاید مهمتر این باشه که خود مقامات جمهوری اسلامی هم اظهارات ضد و نقیضی داشتن در این زمینه و آش انقدر شروع شده که رسانه‌های داخل ایران، روزنامه‌هایی مثلا هم‌میهن در این زمینه نوشتن و متهم کردن مقامات داخل ایران رو که با به جای این که نهادها بیان افراد و مردم رو احضار بکنن، سعی بکنن که مقامات رو کنترل بکنن، رسانه ها رو کنترل بکنن که نظرات ضد و نقیضی ندن و مطالب خلاف واقع ابراز نکنن. سپاسگزارم از شما پویان مکاری، روزنامه‌نگار از بن آلمان، ما رو همراهی کردن. اما خبری از علم و فضا. پس از تلاش ناموفق شرکت بوئینگ برای پرتاب فضاپیمای سرنشیندار استارلاینر، حالا ناسا و بوئینگ اعلام کردند که این پرواز رو برای شنبه هفته بعد برنامه ریزی کردند. دلیل تعویق این پرتاب نش در یکی از اتصالات بوده. این مشکل احتمالاً هنوز هم وجود داره اما خطری برای پرواز ایجاد نمی‌کنه. البته در بررسی‌های انجام شده این سفینه مشکلات دیگه‌ای هم داشته که شاید مأموریتش رو به خطر بندازه. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی، از اتاوا با ما همراه میشن که بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای ناظمی، دو تا قول قراره که با هم همکاری بکنن. چقدر مهمه این پرواز و مشکلاتش چی بوده؟ فوق العاده مهمه به خاطر اینکه خب غیر از اینکه بوئینگ شرکت فوق العاده عظیمیه که در واقع قراره که بخشی از پروژه انتقال فضانورد و محموله در مشارکت با ناسا باشه، ماموریت بوئینگ و این سفینه سال هاست که به تاخیر افتاده. سال 2014 بودش که این کانترکت یا قرارداد رو ناسا بهش واگذار کرد، اما برخلاف رقیبش اسپیس ایکس فوق العاده از جدول زمانی عقب افتادش. قرار بودش که 6 می این پرواز انجام بشه. فضانوردها که دو فضانورد کارکشته ناسا هستن، بارتلی ویلمور و سانی ویلیامز، که بیش هر کدومشون بیش از 178 روز، یکی 322 روز سابقه حضور در فضا رو داره، آماده شدن. اما لحظه آخر به خاطر نشتی که در یک واشر یکی از موتورهای جنبی رخ دادش و هلیوم نشت میکرد، پرواز متوقف شدش. بررسی‌های بعدی که انجام شد نشون دادش که این نشت ادامه خواهد داشت، اما برآورد خطر و ریسک این بوده این هستش که گویا اونقدر جدی نیستش که بخواد به خطر بندازه. حتی گفته شد که اگر این واشر که اندازه یه دکمه پیراهن هستش در نهایت خورده هم بشه و تماس فلز به فلز باشه، خطری که ایجاد میکنه در منطقه قابل قبوله. اما تو این بررسی مشخص شد که ممکنه 2 یا 3 مورد از این خطاها با هم اتفاق بیفته که در اون صورت موقع برگشت ممکنه که اصطلاحاً اون مانوری که برای خارج شدن از مدار و بازگشت به زمین هست دچار مشکل بشه. بنابراین به نظر میرسه کمی با احتیاط دارن پیش می بدن. حتما بخش تجاری بودن ماجرا یه مقدار داره فشار میاره که اگر متعلق به ناسا بود قطعا سفینه رو جدا میکردن و دوباره بازرسی میکردن. الان به نظر میسه یه مقدار دارن اون دامنه احتیاط رو کاهش میدن. یادمون باشه درسته که راجع به یه واشر داریم حرف میزنیم، اما چالنجر اون فاجعه‌ای که رخ داد و شاتل چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شد به خاطر این بود که اونجا یک واشر مربوط به بخش سوخت به خاطر دمای پایین اون روز حالت ارتجاعیشو از دست داده بود. بنابراین تو پرتاب فضایی یه واشر واقعا عدد مسئله مهمی هستش. و به یاد بیاریم کریس هیتفیلد، فضانورد با سابقه کانادایی که مدتی فرماندهی ایستگاه فضایی رو بر عهده داشت، چه مجموعه از درس‌هایی که میده اشاره میکنه که هیچ فضانوردی قرار نیستش در واقع بدین گونه سوار فضاپیما بشه که فینگر کراس باشه یا با دعا بره بالا. حالا به نظر میسه به خاطر ورود بخش تجاری یه مقدار امیدوارن که در واقع با دعا و بستن انگشتا در واقع بفرستنشون بالا. اما خیلی هم علاقه‌مندن شرکت‌های مختلف آقای ناظمی که با هم فعالیت بکنن برای پرتاب فضایی. این رو اگه کوتاه برامون بگین. به خاطر اینکه بخش بزرگی از بازار تجاری آینده صنایع فضایی در رقابت‌هایی هستش که در بخش اول در همکاری با ناسا پیشه، با کمک فناوری که به دست میاد اونها میتونن بخش توریسم و بخش در واقع تجاری خودشون رو مستقل از ناسا ادامه بدن. این بخش بزرگی از بازار تجاری آینده است. سپاسگزارم از توضیحات شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا ما را همراهی کردن. اما تیتر اول شنبه 5 خرداد اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ما هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همینجا.